مشکل کمبود انسولین آنالوگ قلمی از اواخر سال 98 آغاز شده و بعد از حدود 8 ماه همچنان ادامه دارد. مشکلات حوزه حمل و نقل ناشی از شیوع کرونا، تحریم‌ها در حوزه تبادلات بانکی و واردات و همچنین مشکل در تأمین ارز و تخصیص آن به شرکت‌های دارویی مهمترین عوامل مؤثر در این مسئله معرفی شدند. در این مدت دسترسی به این نوع از انسولین برای بیماران به سختی صورت گرفته. گروهی که ابتلایشان به کرونا میتواند بسیار خطرناکتر از دیگران باشد. بر مبنای برآوردها و کار کارشناسی که انجام شده، انسولین های موجود در بازار خب دو گروه انسولین هستن. یکی انسولین های ویال هستن، همون انسولین های MPH و رگولار که اکثرا از طریق سارنگ انسولین تزریق میشن. اینها در حال حاضر برآورد میشه که بین 25 تا 30 درصد نیاز بازار ما و مصرف ما رو این انسولین های ویال تشکیل میدن و بین 75 تا 80 درصد انسولین هایی که الان در حال حاضر به واسطه بیماران دیابتی، چه بیماران دیابتی نوع 1 و چه بیماران دیابتی نوع 2 استفاده میشه، انسولین های آنالوگ در واقع به شکل پن یا قلم هستش. البته این دوتا انسولین با هم دیگه تفاوت دارن. غیر از اینکه از نظر ساختار این دوتا انسولین با هم متفاوت هستن، اونها انسولین های انسانی هستن و این انسولین های آنالوگ در حقیقت انسولین هایی هستن که شبه انسولین هستن. غیر از اون اینها تفاوت هایی از نظر اثر دارن، از نظر سیفتی دارن. انسولین های آنالوگ کاهش قند خون کمتری ایجاد میکنن، به اصطلاح هایپوگلایسمی کمتری ایجاد میکنن برای بیماران، سهولت در تزریق دارن، سهولت مصرف دارن، به راحتی قابل استفاده هستن، حمل و نقلشون آسان تر هست، دقت تزریق بالاتر هست و از همه مهمتر افت قند خون کمتری ایجاد میکنن. برای همین مورد استقبال بیماران قرار میگیرن، به ویژه بیماران دیابتی نوع 1 که گاهی روزی 4 یا 5 بار نیاز هست که انسولین تزریق کنن. خب طبیعی هستش که تزریق انسولین از طریق سرنگ براشون بسیار سخت باشه و مشکل کار مشکلی باشه. و حتی دیابتی های نوع 2 اگر مسن باشن، اینها خیلی هاشون دستشون میلرزه، چشمشون ممکنه بیناییشون مشکل داشته باشه به خاطر بیماری دیابت یا به خاطر سنشون، و تزریق انسولین در اینها ممکنه با اون دقت لازم انجام نشه، ممکنه اشتباه در تزریق پیش بیاد. اینه که این انسولین ها فقط مسئله قلم بودن نیست، مسئله سهولت، دقت، سرعت، حمل و نقل ساده و افت قند خون کمتری که ایجاد میکنن یکی از مزایای درمان دیابت در امروز هستن و بایستی برای درمان مناسب حتما در دسترس بیماران قرار بگیرن. البته خب انسولین های MPH و رگولار هم میتونن قند خون رو کنترل کنن، از در اثر بخشی شبیه هم هستن، ولی به دلیل مزایایی که برای انسولین های آنالوگ قلمی من ذکر کردم طبیعیه که ترجیح میدیم که بیماران از انسولین های آنالوگ استفاده کنن که این مزایا رو براشون به دنبال داشته باشه. انسولین های قلمی تقریبا تا اواخر سال 98 به طور منظم وارد کشور میشد و مشکلی از نظر تامین انسولین وجود نداشت. از اواخر سال 98 و اوایل سال 99 به تدریج به دلیل حاد شدن مشکل تحریم‌ها و کمبودهای ارزی که برای کشور پیش اومد، تامین ارز برای واردات انسولین‌های آنالوگ قلمی شروع شد و متأسفانه ارز کافی در اختیار شرکت‌هایی که باید این انسولین رو وارد می‌کردن قرار نگرفت. در نتیجه به تدریج این کمبود خودشو نشون داد، یه مقدار ذخایر در کشور وجود داشت ولی به تدریج با تحکیشتن اون ذخایر و تموم شدن ذخایر موجود در کشور، از اوایل امسال دیگه مسئله کمبود انسولین های آنالوگ به شکل انسولین های قلمی خودشو به طور بیشتری واضح‌تری نشون داد و در حال حاضر هم همچنان این مسئله ادامه داره و بیماران از کمبود انسولین و کمبود انسولین های قلمی بسیار در رنج هستن و هنوز کم این مشکل به طور کامل رفع نشده و به نظر میاد که در آینده نزدیک هم رفع نخواهد. این در حالی است که سازمان غذا و دارو اعلام کرده است که جایگزین انسولین قلمی در بازار وجود دارد، مشکلی پیش نمی آید و مردم می توانند انسولین های رگولار، NPH و ایزوفان را تهیه کنند. در خصوص انسولین ها، خب ما انسولین های در واقع قلمی رو از چند سال گذشته پوشش بیمه‌ایش در واقع 90 درصد شد، نیروهای مسلح 100 درصد شد. به تبع اون چون تولید داخل در واقع ویال های تولید داخلش هم پوشش مشابهی داشت، مردم سوق پیدا کردن مصرف انسولین قلمی.
همین باعث شد که نیاز کشور و مصرف بیماران از ویال به تبع استفاده راحت تر بیاد توی انسولین های قلمی. این خب باعث در واقع کمبود شد. انسولین های قلمی که حالا در واقع توی بیشتر سه مدلش هست، گلارژین و آسپارت هست و در واقع آسپارت رپید، که در واقع اینها در بازار موجود هست، منتها به دلیل اینکه مصرف کنندگان ویال های انسولین رگولار و ام پی اچ سوق پیدا کردن و انسولین قلمی متاسفانه یه مقدار در واقع کمبود ایجاد شد در بازار. انسولین گلارژین رو یک تولید کننده قبلا داخل کشور داشتیم و میزان تولیدش در حد نیاز کشور که ماهی 700 هزار عدد بود نبود. به مرور زمان تولید رو دارن اضافه میکنن، الان به 200 هزار عدد در ماه رسیده. امیدواریم که تا پایان سال بتونن در واقع بخش زیادی از نیاز کشور رو تامین بکنن. یه شرکت جدید هم بحث در واقع اسمبل کردن انسولین های قلمی رو انجام میدن، یعنی کارتریج رو وارد میکنن و قلم انسولین رو اینجا در واقع اسمبل میکنن، اون هم بخشی از نیاز ما رو داره تامین میکنه. باز هم کافی نیست، ما در واقع بخشی از اون رو به صورت در واقع فوریتی وارد کردیم. مجموع اینها امیدواریم که انشالله در آبان ماه باعث در واقع تأمین کافی نیاز بازار باشه و انشالله از آبان ماه دیگه شاید کمبود نباشیم با توجه به سهمیه‌ای که به واردات و تولید دادیم. تولید کننده های داخلی هم به جز این دو مورد که عرض کردم، دو شرکت دیگه هم آمادگی دارن که انشالله تولید داخلی رو شروع کنن. ما امیدواریم سال 1400 4 تولید کننده داخلی برای انسولین قلمی داشته باشیم که انشالله اون موقع دیگه در واقع کمبودی دو بازار نداشته باشیم. تا آبان ماه اون بیماره که نیاز دارن به داروی به انسولین قلمی و نمیتونن پیدا کنن و چیکار؟ ببینید، ما انسولین قلمی رو الان کمبود در واقع جزئی داریم، یعنی اکثر شهرها داره توزیع میشه با سهمیه مناسب. اگر بتونیم انسولین رو در واقع بتونیم از طریق سامانه تی تک توزیع بکنیم، من فکر میکنم اون کمبود رو هم دیگه نداشته باشیم، چون من احساس میکنم بخشی از اون داره قاچاق معکوس میشه. قطعا اگر ما از طریق سامانه تی تک این رو ثبت کنیم و به فروش برسونیم، مشخص میشه دقیقاً چه بیماری مصرف کرده در چه داروخانه و در چه شهری. این دیگه باعث میشه که انشالله کمبود رفع بشه. امیدواریم با این مدیریت بتونیم کمبود رو رفع بکنیم، ولی قطعا داروخانه های در واقع اصلی ما، داروخانه های دولتی ما، داروخانه های منتخب ما الان دارو رو دارن. مردم عزیز از طریق مراجعه به معاونت قضا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی هر استانی که تشریف دارن میتونن اسم داروخانه هایی که انسولین قلمی رو توزیع میکنن بپرسن و به اطلاع مردم برسونن. کمبود این دارو باعث شد که اوایل مهر ماه 120 نفر از پزشکان فوق تخصص قدرت و اساتید دانشگاه های علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان دسترسی به انسولین و نوار سنجش قند خون شوند. طبق آنچه در این نامه نوشته شده، عدم تخصیص ارز کافی برای واردات انسولین و نوار تست قند خون مهمترین عامل ایجاد این شرایط است و میزان فعلی تولید داخلی این محصولات به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز بیماران نیست. در ایران بیش از 5 میلیون نفر به بیماری دیابت مبتلا هستند که از این تعداد بیش از 600 هزار نفر نیازمند تزریق روزانه انسولین و بیش از آن اندازه‌گیری قند خون با نوارهای تست قند هستند. آنها برای تنظیم میزان انسولین و پیشگیری از افت قندهای مکرر و مرگبار روزانه باید از این نوارها استفاده کنند. همایون نجف‌آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم از قاچاق معکوس نوارهای تست قند خون گفته است. طبق گفته‌های او، با توجه به اینکه تأمین نوارهای تست قند خون برای بیماران ایرانی با استفاده از ارز دولتی انجام می‌شود، اختلاف قیمت زیادی در کشور ما و کشورهای همسایه ایجاد شده و همین موضوع زمینه را برای قاچاق آن به خارج از کشور فراهم کرده.